هزاران تن از مسیحیان ارتدوکس مذهب در معابر بیت المقدس با در دست داشتن صلیب‌های چوبی آدینه مقدس را گرامی داشتند. ارتدوکس ها مطابق با تقویم ژولینی این مراسم را که یادآور به صلیب کشیده شدن مسیح عنوان می شود، همزمان با سپری کردن ماه مارس میلادی برگزار می کنند. همزمان در یونان نیز شهروندان ارتدوکس مذهب این کشور برای روز یک شنبه و برپایی عید پاک آماده می شوند. عید پاک امسال مردم یونان اما زیر سایه مصائب اقتصادی گرامی داشته می شود. یک قصاب در بازار شهر آتن می گوید در این شرایط اقتصادی مصرف کنندگان کاری نمی توانند انجام دهند. اضافه کاری و حقوق ها کاهش یافته و بیکاری زیاد شده. می توان این عید را عید فقیرترین مسیحیان تصور کرد. صاحب یک فروش فروشگاه شکلات نیز میگوید ما روی قیمتها کار کرده ایم و آنها را تا 30% کاهش داده ایم. این کار را برای کالاهای مهم صورت داده ایم چون مشکل مردم را میدانیم و این به معنی آن است که مشتری زیادی داریم. عید پاک پس از کریسمس مهمترین عید در تمامی مذاهب مسیحیت به شمار می آید.